قاسم شوشتری مشهور به قاسم سیاه خودشو به دفتر زندان معرفی کنه.
سام داشت نصرالله. آه قاسم ولد چمو سلام. نام جردم. به 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 خب پسر کی آمدی؟ دیشب آب و حواش بت سخته حال اومدی. خیلی با اشتها غذا میخوری، انگار هیچی نخوردی. گل یا پوچ؟ گل یا پوچ؟ پوچ گله. الله اکبر، هیچ توفیری نکردی، همون قسم سیاهی که بودی هستی. جندونو میگم بابم، ولا من خجالت تو میکشم. حقش بود این چند ماه که زندان بودی یه توک پس را بار میگشتم. آخر تو بالای من رفتی زندان. برای تو داشت نستم اصلا حرفشم ندم. حتی بود گذشت. خب بگو بینم حالا وضع خودت چه ریختیه؟ بد خیلی سخت میگیرم. لابد شنفتی قچقچی را گر رو گر اعدام میکنن. راستش ما هم ترسیدیم، همون خرد فروشی رم کنار گذاشتیم. جا زده درسته بابام، به ترس و لرزش نمیارزید. تازه این مدتی که تو نبودی چی بود؟ ریخت دو دفعه ریختن اینجا را زیر رو. حساب کنم سر همین پنج داری. گل یا پوچ؟ والا پوچ پوچ پوچ. بابام داشت نظرالله هنوزم گله. ای 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 به پوچ سرت نخوره. گل یا پوچ؟ گله. پوچه. داشت قاسم گل. سلام نوکرتم. تو کجایی بسر؟ تو ازت خبری نیست نوکرتم. چه تو روغلی نکنی ازادی چی گل کردم مرگه؟ چیونه؟ چی گل کردی؟ باشه دست بهت نمیزنم. دنیا رو بهم میدادن اینقدر خوشحال نمیشدم. عباس دلم خیلی واسه تنگ شده بود. قربونت برم، منم همینجون. خب مثلا تعریفی چی واسه هم داری؟ هیچ، شد هشت دفعه زندونیمو میگم. خیلی طول کشید. آی پسر یه چای تمیز ورده بیا. خب تعریف کن ببینم. تعریفه که همش پیش توه پسر. تو بگو اینم دون که دست کیه؟ والا قابل تعریف که چیزی نیست. آه. فقط تازگی ها گل خانم یه تیکه دست اول آورده که مرگ است. سوادم داره. باری وقتا مرسی هم میگه. پیش خودمون بمونه گلوش پیش ما. آره پریشبا یه جفت جوراب خجالتمون داد. دیشب هم واسم فال حافظ گرفت. باز چاخان کردی؟ چاخان کدومه؟ دوز حاضر و بوز حاضر بزن بریم. ولی رو کجا میشدید؟ تو هنوز تو فکر اون نامردی. تمام شهر میدونن اون ناکس لود داد، وگرنه تو آدمی نبودی که گیر بیافتی. واسه همون نامردیشی که میخوام ببینمش. آقا قاسم تو بگذر بابا. گذشت مال بابا بزرگ هست. گل یه پوچ. گله پوچ. از این حرفا بگذاریم، اگه بخوای امشب میریم سراغ گل خانم. حالا کوتا شب. هفت و پنج خوندم. انجام نخوندم. هفت و پنج آقا شیرین خوندیم. آره بازه بردی. به به قاسم آقای گل بفرما خوش اومدی. اومدم بزنمت، اونم به قصد کشت.
قاسم راجع به اون موضوع تو بد فکر میکنی. بگی برید آخه چه ریختی میشه من تو رو لو بدم؟ ما صد دفعه با هم عرق خوردیم، تو رفیق من بودی، الانشم هستی. اما تو نارفیقی کردی. ناکرتم قاسم، حالا صلوات برفرست. کاریه که تمام شده داداش. واسه من هیچی تمام نشده. من 8 دفعه عبسی کشیدم، اما هیچ دفعه به قد این آخری که این ناکس منو لو داد بهم زور نشست. من لو دادم. دادی؟ دادم که داد. را به جهت بدم که لو دادم چم. قاسم بسته دیگه نزنش. بندازمت پایین. نه قاسم، مرگ ما دست بردار، تو تازه از زندون مرخص شدی. حیف شد دیگه، نمیخوام دوباره برگردم. بریم. دختره آجی برنجی زری خوشگله. نه بابا عجب بزرگ شده. دختره اینه بود تا این کده تنبله چشم بداری چلار شده. دلم میخواست همیشه جشم زری خوشگله. پری سبزه انقدر نکن غمزه، وقتی تو میندازی بالا و میندازی پایین این هوا جون میده واسه دوا خوری. بسه من یه تو خندقه بلا ته نداره، تو همین الان یه پنج سیری کوف کردی. قصه دارم جونتو. آی پری سبزه انقدر نکن غمزه، بقیه شو برسون قاسم. کجای کاری؟ انگار حواست نیست. حکرم نکنه دلتو تو میدون جا گذاشتی ها؟ که تو خیال این حرف ها؟ زری جون سلام. سلام نزدیکا جون، میبرم خونه عمم. انشالله قبول باشه. خدا بیز. Oh.
قسم ری نازت گردی گردی گل یا پوچ گل نازی تو برن بچه قاسم سیاه زندون آزاد شده با مگه تو دیدیش آره زوری داشتم واسه عمه خانم اینا نظر می بردم سر کوچه یه ها اومد تو سینه یه خود اذیت هم کرد وای تو هیچی بهش نگفتی مزاحم که نشد خب بیچاره اونم دل داره دیگه اونجوری هم که میگن آدم بدی نیست وای دیگه چی به خدا اگه یه روزی جلوی منو بگیره همچین میخوابونم تو گوشش که برق از چشماش بپره سلام سلام. سلام به روی ماهت مادر عزیزت خونه یا سر نمازه اومدلم ببینم فردا صبح رخت مخت دارین بیام بشورم یا نه ولی من نمیدونم از عزیزم بپرس ماشالله هزار ماشالله چشمم کفات روز به روز خوشگلتر و قشنگتر میشی مرسی اختر خانم الهی هرچی دختر سر به هوای فدای سرت بشه یادون باشه شب برات اسفند دود کنم مادر نمدونی چشم مردم چی چیه خودتو جمع کن واه واه چه پرچونه است زره جون تو خونتون روش ندی نمیدونی مردم پشت سرش چیا میگن نه بابا بیچاره زن مهربونی با از اون آب زیر کاهاست که نگو و نپرس نه بابا زن خوش زبونیه ای با بچه آجونم تو من نجده برم تو خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سلام 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 یا الله چادرت شب اینو چپن کرد یه دفعه دیگه اون چادر رو باب کن و ببن قربونت برم عروس ننم کجا میری؟ قربونت برم الهی جانم به نازم جو قربونت شب الهی چه لعبتی الهی خودم پیش مرگت بشم بیا بده برسونمه بیا بالا یواش کاری زمین بیارزی الان بیا دام بله چه؟ مامت قابلی نداره چه؟ باز چی بزنیم؟ چره بزنیم؟ باز چی بزنیم؟ باز چی بزنیم؟ باید داشت میدم به پا چونه دختر چنی لش بچه ننه وایسا دا وایسا دا مرد وایسا جم فرار میکنم باید چرخش آره خاری میکنم تا دیگه حوست نکنه دنبال دختر من هم میگه مرسی گفت مرسی قربونو مرسی گفتنت Thank you.
فکری؟ تو فکرش تو فکر کی؟ خاطرخوا شدم عباس. این که عزا نداره. قاسم سیاه با زری خوشکله دختر حاجی برنجی. خیلی راست عباس، خیلی راست. باس یه فکری کرد. سلام نوش. یعنی میشه یه جوری دری به تخته بخورم ما یه روزی سر و سامون بگیریم؟ خدا رو چه دیدی؟ بذار تصدیقمو بگیرم. قاسم جون به موت قسم این بار تموم گردنه کرموشه خودم یه تنه پشت فرمون بودم. باز شخان؟ شخان کدومه؟ جون خودت این حقیقت. معلوم شد 100% شخانه. به قول یارو بلکم 150%. حالا میخوای با دختره چیکار کنی؟ فکریم. ای بابا وللش، ما رو چه به عشق و عاشقی، تازه به قول خودت با همم جور نیستیم. تهرون که بودم تو کاف کریستال یه زن میرخصید از اون مامانیاش، حسابی هم پول دار، صورت اینه و پنجه آفتا، پر و پاچه اینه و بر، قد نگو سه نوبر. و یه نگاه خاطر خام شد قصه. گریه و زاری که بیگیرمش، دفلک رو تو مذهب قال گذاشتم. دفعه پیش که تهرون بودم فهمیدم که به خاطر ما تریاک خورده با خلاص. عباس مرگ مادرت بس کن دیگه، تو کنترل قاطی پاتی نمیشه پسر. نیازی تو برم
چه خیرت بابام؟ چرا صبحونت نمیخوری؟ داشت نصرالا چاییت برسه الان. گله پوچ چته؟ آروم شدی؟ سینه کش آفتاب کس کردی؟ بگو کرکو پرت ریخته و خلاصم کن. ببینم نکنه گردید کردن. برو بابا دلت خوشه. داشت نسرولا قربون دست چای تازه دم باشه. بیه تازه دم تازه دم تازه اول صبح چی تازه؟ خب چه خبر کامل اخبار؟ هیچی سلامتی دوستان. اگر تو نباشی معلوم نیست تکلیف جوون های این شهر چی میشه. روزی چند تا کاغذ رد میکنی؟ میذاری چایم بخورم؟ خب جوونن دیگه. تو که این همه تو این خونه و اون خونه سر میزنی، خب یکی هم واسه یه ما دست و پا بکن. استو دیگه گذشته، من تو دیگه آفتاب لب بومی. اون موقع که ما تو اهواز شلتق میکردیم تو کجا بودی؟ خوبه خوبه جوونیات هم دیدم. باشه چی شد مرا قابل دونستی؟ باشه بیا تو میگم. ها چیه؟ تو دختر حاجی برنجی رو میشنستی؟ بله خودم بزرگش کردم. ماشالله حالا چی شده؟ پنجه آفتاب. میتونی یه پیغام بهش برسونی؟ بعدم باز دمتو میبینم. بهش بگو امرو بعد از ظهر پای آبشار منتظرشم. بهش بگو کار خیلی مهمی باش دارم. اگه باباش بفهمه تی که بزرگت گوشه تا خیالش. از ما گفتن. از مام نشنفتن. پنج تومن، اینم هفت تومن و اینم نه تومن. خدا بده برکت. بهش میگم میخوام دوستت دارم زری. اینو عباس شوخانم میدونه. نه اینجوری خیت. بهش میگم ما خاکتیم. نه بابا خاکتیم چیه؟ باز یه چیز قلمبه، یه چیز عشقی بهش بگم که کیف کنم. بهش میگم که نوکرت زری. منو که میبینی پاک نوکرتا. نه این ریختی بده. اول بسم الله که با بدم سوارم میشه. خیلی تا چی بهش بگم؟ الان میاد یک کلم نتونستم عبر کنم. بهش میگم که زری میخوام بگیرم زنم میشی، وصله تنم میشی. خب ای گاف نه چی؟ مصابه تو شکر چرا سواددار نشدم خدایا؟ آخه چرا من سوادار نشدم؟ دو کلم یاد نگرفتم که امرو مثل خرد تو گرگیر نکنم. با خودت حرف میزنی؟ بسر به این دیوونه شدی؟ بابا منتظرشم. چی؟ منتظرشی؟ من دیدمش داشت میرفت همون. با چه خواهم؟ جون تو راست میگم رفت همون. بی خود منتظرش نبا. یعنی پیشش انقدر بر با منظرت نشتیم که یه توک با بیاد اینجا؟ شاید نتونسته. شاید هم اقدس پیغومتو نرسونده. نمیستم برو دمه همون. بچه رو با سیدی رابی کنید بریم. یاره میریم عباس اما روم نمیشه. جونه تو یه ساته دارم با خودم کلنجار میرم. مرگه تو نتونستم چند تا کلمه یه دست گله هم کنم. یه گلاس که بزنی رو دوا میشه. با تموم خندید اینو راست گفتی. تا دمه همون برسیم یه پنج سیلی کارش کنم. حالا باشتو با هم میریم. نگو ببین نمیدونم چی بگم عباس. یعنی تو میگی منو دست ننداخته؟ والا خودت باست بهتر بدونی. جون تو خودش بهم خندی. اونا با چه نازی بعدش هم گفت مرسی. چه ساکتی؟ یه چیم تو بگو دیگه. اوکی میگم باشه از همون چاخانت بگو. یکی بونم زود باش.
یه روز تهران که بودم لوله لور سر من با یه فال گرو داشتم عشق میکردم که یه ها یه ماشین قرمز کروگی جلو پام قیشی ترمز کرد بسر جات خالی پشت کرمون یه تیکه از اون ماماناش اینا ماه چهارده به هم چشمک گفت میان مام از خدا خواسته رفتیم بقل دست رفتی بالا بگو رفتیم کجا یه راز خونه درم مرگ من تو میزنی میزونه میزون مغز چشتم من ببم مک خدر خودم هم ببم مغز چشتم زری جون میخوامت خیلی آخه چیکار کنم باورت نمیشه میخوام بیام خواستگاری میخوام زنم بشی خانم دارم میام تو خط به تو تا چی میترسی؟ من خودم همه چی رو بهش میگم به بگیم اینم بابا مستم کردی قاسم اومد بابا زری سلام چرا گرفتی نشستی باش برو دنباله برو بابا تو اومد بیرون از همونده یه کاری بکنده باشه بیا ببینم بابا خوب. عجب آدم دست با چلوفتی هستی والا بیا بینم بیا تو بیا کارید نباشه بیا ده برو داره میره برو یه چیزی بهش بگو ده برو ده ده برو دیگه سری 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 من دوست دارم میخوام بیام خواستگاریت میدونم که با هم دیگه جور نیستی تو سواد داری من نه تو بابات حاجیه من اصلا بابا نه اما با همه اینا دوست دارم زن مرسی اگه راضی باشی میام خواستگاری با داشت نصرالله میام غیر ممکنه باست ممکنه شدی که
اختیار من دست خودم نیست. اگه تو بخوای مجبورشون میکنم، داغونشون میکنم. کاری مهمی که اقدس میگفت همین بود. آره تو فکراتو بکن. من فکری ندارم بکنم، نمیتونم حتی حرفشم به عزیزم بزنم. اگه آقا جونم بدونی که با تو کوچه حرف زدم منو میکشی. خداحافظ. قاسمسیا تاره هرچی خواسته شده. من 8 دفعه حبسی کشیدم. زری باز دلم بشی. خوب فکراتو بکن، فردا باز جوابمو بدی. زری، مگه نمیای شام بخوری؟ کی در مستر رو با گذاشته؟ بچه ها میرن. بوش کشت، کش اون آبو بده من. این پرده بگو و فرده آب میزون کنم. خیلی خوب. بشه. مگه تو گشنه نیست دخترم؟ زری جون، آقا جونت ساعت دیده پنجشنبه خوبه. آقا مصطفی کبرا خانوم میگفت یه هفته مرخصی گرفته. ایشالله پنجشنبه عقدت میکنیم، بعدش هم به سلامتی میری سر خونه و زندگیت. آره همه جون راست میگه عزیز. آخه آقا مصطفی. آقا مصطفی چیه ننه؟ نمیدونم. بسم الله چیزه مثل جوانای امروزی قرارت واری نید. اینشالله ای دختر ماتیه مصطفی درخشان چند وقت دیگه میشه لیسانسیه. آره ننه، کبرا خانوم میگفت قراره بفرستنش خارج. از اون گذشته، پسر برادرمه، از خودمونم. آخه من هیچ وقت مصطفی رو جدی نگرفتم. تو چه حرفای قلمبه سلمبه ای میزنی؟ جدی نگرفتم چیه؟ اینا همش مال این مجله ها و رمان هست که میگیره میخونه. اینا دیگه همش زیادیه، یعنی ورد زیادیه. بچه رو حرف بزرگترش حرف نمیزنیم. با امه جون راست میگه، حرف بابا ننه تو گوش کن. میگم نکنه اقدس باز تیغت زده باشه. نه بابا گفتش بناس امروز بیاد زیارت. آخه بناس جوابمو بده. میگم بابا اصلا ولش، پاشو بریم خونه گل خانم. بی معرفت ما قراره عیالمند بشیم. خب ما هم میشیم. میگم نظرت چیه؟ با یکی از اون آرتیستاش عرصه دارم. میگم سنگ برای فاطمه خونه. بسم الله رحمتش کن. بسم الله بسم الله شو نکن. بسم الله رحمت سری. بسم الله رحمت. هی سری چی شد؟ میگم که تو میگه چی میگه؟ نری تو گناه داره. فکراتو کردی؟ حتی جرات نکردم حرفشو بزنم.
آخه چرا؟ زری باورت نمیشه، اما راست راستی دوست دارم. بی خوده قاسمی، حرفا بی خوده. من از بچگی میافباری پسرمون بودم. پنجشنبه هم قرار عقدم کنم. تصدق پنجشنبه عقدش میکنم. عباس دیگه هیچ راهی نمونده الا اینکه بدوزمش. جدی میگی قاسم؟ آره به امام اشتم میدوزمش. عباس تو میتونی کامیون اربابتو یه شب کش بری؟ قاطی نکردی قاسم؟ اگه بتونی کار تمومه و این عباس دری از دستم میره. حالا عرق تو بخور. اگه تو قول بدی عباس نصف کار تمومه، از این شهر میبرمش، میبرمش تهران، همونجا هم عروسی میکنیم، بعدشم مثل بچه آدم میرم سر کار و زندگی. عباس خیلی میخوام. تصدق یه روز تو میدون شوش بار میزدم، یهو چشم افتاد به یه دختر از اون مینی جوقی های سالا. داشت از پنجره اتاقش دیدم میزد، همچین که چشمم بهش افتاد بهم اشاره کرد. مام از خدا خواسته رفتم سراغش. نمیدونی چه عشقی کرد. دختره تنش بو گلاب میدم، انگار تو حوض شیر خودش شستم. از زلفاش بوی یاس میومد، از اون پول دارم. خلاصه دختره خاطر خام شد. بسا تو هنگ نمیگیری اینقدر چاخان میکنی؟ چه کنیم، زندگی چاخانه جونتا. تصدق باشو باشو زینکو میری بینم. کجا؟ باس به فکر ماشین باشیم بچه. عباست که نمرده قاسه. ای گفتم نه باسه اینه که نمیخواستم اینجا بری. راستش میخواستم فراموشش کنی، حالا که خاطرشو انقدر میخوای، پس هرچی رو که تو دوست داری عشق هست. تصدق نوست. پدر یه چیزی بزن که توش غم نداشته باشه. بی غم باشی چشم. نه جان قاسم اصلا حرفشم نزن. تو به خیال تکش کرد جان تو نمیشه. از دست مرگ قاسم اینقدر نه نگو. آخه چرا نمیفهمی؟ گره کار من به دست تو وامیشه. آخه که تو میگی مسئولیت دارم. راستش من میترسم. چه ترسی؟ تو فقط گوش میخوابونی. همچی که خونه خربت شد و زری تنها شد منو خبر میکنی؟ بلکم تا قیامت هم زری تنها فردا تنها شد. آخه گوش ننوشتن که چه روزی تنها میشه. تو باس نقشه بکشی اون بتونی یه جوری تنها بشه زن. والا این جور نقشه ها خرج برمیدارن. چقدر میشه؟ هر روزش میکنه به عبارت. خیلی خوب فهمیدم. بیا فعلا اینو داشته باش. بگیر. بازم دمتو میبینم جانتو. همش وعده. جون قاسم گفتم این دفعه روشن روشنت میکنم. فهمیدی؟ خوش خبر بشی. به امید خدا. هی بودش به ما. حق خدا. آمان خدا. خدا حافظ. هی بابام چاییت. امروز چند شنبه هست؟ یک شنبه دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. قسم
تو چی شدی بابام؟ خیلی توفیر کردی. چیزی نیست، چیزی نیست. چرا؟ تو اون قسم همیشگی نیستی؟ سمت خرگوش و محسن چپ دست صبحی سراغت می گرفتن، می گفتن دورو بر اون هم دیگه افتبی نمیشی. راستش دیگه از اونجور کارا خسته شدم، قمار و دل دوزیرم خوش نیرم، می خواهم اقبالم رو امتحان کنم. می دونی داش نصرالله، شایدم یکی دو روز دیگه واسه همیشه این ولایت رفتم. از این ولایت رفتی؟ کجا؟ نمیدونم، میرم یه جایی که کسی قاسم سیاه رو نشناسه، میخوام کار کنم و نون حلال بخورم. زنده باشی، زنده باشی بابام. آره امروز باز زحمت کشید و نون خورد. راستی بچه هم میگفتن دیروز عصر دم و پل دیدنت با اختص حرف میزدی. خب بابام قضیه چی بوده؟ بلا راستیش میخواستم اینم به شما بگم. من میخوام زن بگیرم. مبارک هست، دیگر چی از این بهتر؟ راستش میخواستم شما پا پیش بذارین و برین خواستگاری. آخه شما بزرگتر ما این. بابام من که حرفی ندارم، به مشتی خانم میریم و دست دختر رو میگیریم میگذاریم توی دستت. مرسی. خب حالا عیال دختر کیه؟ اشکالش همینجاست، دختر آجی برنجیه. چی؟ مگر مغز خر خوردی بابام؟ چرا پرت و پله میگی؟ تمام بچه تاجرهای درجه یک شهر منت دخترش رو میکشن، جخ حجی سنگ میندازه جلوی پاشون. همه اینا رو میدونم بابا. خب پس از شما هیچ کاری ساخته نیست ولی؟ الله اکبر. بابام قاسم، تو هر دختری که بگی روی چشمم دست بالا میکنم، اما این یکی رستی رستی خنده داره. میخوای مردم به ریش ما بخندن؟ از این فکر دست وردار بابام. صداشم در نیار که حاجی برنجی از اون بد پیله هست، یک حدیدی کلک وسط سوار کرد. حرف من پیره مرد گوش کن، هرچی یک پیرهن بیشتر است تو تیکه میدوستمش. خدا از توی آسمونا گوش بده به در خودت. خدا آه خدا از توی آسمونا قاسم، قاسم، هی قاسم بابا تو کجایی؟ شهر دنبالت زیر و رو کردم. اقرس اومده اون سراغ. خب گفت امشب مادر زری میره خونه لیلا خانم خیاط پیرهنشو اندازه بگیره. حاجی و زری تو خونه تنها هستن. وقتی حاجی خونه است میشه کاری کرد؟ خب حاجی رو یه جوری دکش میکنیم. چه جوری؟ اصلا چه جوری؟ پیدا کردم، حاجی رو به قصد کشت میزنیم. بها بابا شست پات. راست میگی، سر صدا میشه. میگم راستی چطوره که بابا آخه بذار منو گردن شکستم یه ریزه فکر کنم. فکر کن بابا، فکر کن. پیداش کردم.
زری، زری ببین که رفتم آقا جون، رفتم. خدایا به زری سلام حاج آقا هستم. سلام، بگم کی؟ حاج آقا در حجرشون وا شده، اون وقت پاسمان و پست منو فرستاده خبر بدم. بذارین خودم بیام بهشون حالی کنم. ببخشید. چه خبره؟ زری؟ بله. زری؟ بله. کی بود؟ این آقا. سلام حاج آقا. سلام، چیه؟ در حجرتون وازه، اون وقت پاسمان و پست منو فرستاده که خبرتون کنم. این بشکنه گردن جلیل، ببینم چیزی هم بردن؟ والا چه عرض کنم؟ ای خدا چیزی نبرده باشن. همیشه قفل نکردم. با اجازه. در حجرتون بازه اون وقت بکه. چی شد؟ تموم شد. تمومه؟ تمومه. بودو بیا. یادم رفته که نمیشه. فقط یه رو وقت داریم کارو تموم کنیم. بدو بیا. سلام علیکم آجا. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. هله خبر بس بچه شوش عجیبه بلا که قفلمه. یکی آمد بهم گفت چه نشستی که مغازه تو دوست داده، خودم رسوندم خبری نیست. مغازه که بسته است، حاج آقا حتما سر به سرت گذاشتن. اونم قفله، بفرمین برین. خب مطمئنی قفله؟ بله. خداحافظ. قرب شما. ابو شما همینجا میمون، تو برگرد تا اربابت بو نورده. گور پدرش خواستم تا تهران میبرم اتا. خر نشو، اینجوری واسه جفتمون بهتره. ما شبا همینجا میخوابیم، فردا صبح هر جور شده میریم تهران. میبریم پایین. من کجا میبری؟ تو رو خود بذار با همین ماشین برگرد. بذار من با همین ماشین برگرد. تو رو خود بذار من برگردم خونم. بذار من برگردم خونم. جود بشرا بذار. نه کرتم خواستم، اینشالله به پای هم پیر بشید. همیشه یادت میکنم.
بخوای سر من بیاری؟ فکر میکنی هر بلایی که بخوای میتونی سر من در بیاری؟ هیچی، هیچ بلایی نمیخوام سرت بیارم. ما با هم اینجا میریم تهران، میخوام با عروسی کنم. به همین آسونی؟ همین فردا صبح آقا جونم و فامیلم پیدامون میکنن. خیال میکنی اونا دست بر میدارن؟ نه خیر، الان پلیس خبر کردن. قول میدم از اینجا نرفته بگیرنید. بیا بپوش. سرما میخوری؟ سرما میخوری؟ لجبازی نکن، سرما میخوری. تو با چی هم میترسی؟ با خودم هیچ کاریت ندارم. امشب ماشین گیرم میاد یا نه؟ فکر نمیکنم که این وقت شب ماشین گیرتون بیاد. جا داری به ما بدی بخوابیم؟ چرا که نداری؟ بفرمایید تو. صبح ماشین فراوونه. واسه خواب فقط همین یه دست رخت خواب داره. عیبی نداره، عوضش جاش دنج دنجه. خاطرتون از هر لحاظ جمع باشه. شام خوردین؟ آره آره خوردین. آها ببخشید، اگه به خوردنی چیزی احتیاج داشتین بیاین خبرم. خیلی خوب. تو هم همه میترسی؟ تو رو اون کسی که دوست داری منو برگردون. زری، من اونجوری که تو فکر میکنی نیستم. پس چرا این کارو کردی؟ کدوم کار؟ همین که یه دختر رو دزدیدی. این آخرین دزدیه؟ تو آدم عوض بشوی نیستی. من عوض شدم زری، قبول دارم که یه آدم بی سر و پا و قمارباز و یه آدم مزخرف به تمام معنا بودم، اما حالا دیگه نیستم. همین که رسیدیم تهران یه راست میبرم ات محضر و تو زنم میشی، بعد میرم دنبال کار، یه کار حسابی. آخ، زندگی خوبی رو با هم میگذرونیم. بچه دار میشی، بچه های قد و نیم قد. زور که میشه تو یه کور رخ شستی و منتظر منی. منم از سر کار که برمیگردم، تو یه دستم نونه، تو این دستم کاسه ماسه. میگیم، میخندیم، شوخی میکنیم. بچه همون بزرگ میشه، منو تا پیر میشه، وقت که این طرف بله. سلام علیکم آقا مهتی گل، تو نمیری سر روزید رسید. خبری ها؟ با چه خبری؟ به به، قیامت تو نمیری. برو بریم تو بینا. پیش پای تو یه جوون و یه دختر از من جا خواستن، بردمشون تو. از حرفاشون فهمیدم که پسر دختره رو بلند کرده.
دخترم مثل یه تیکه ماهه. جونتو میخواستم رد شم، دیدم چراغت روشنه، گفتم یه سریم به شاطر بزنم. بس بس ها جوره جوره. چه جوره؟ دختره چیز نابی. بیا بیا. نگاه کن. شاتر عجب تیکه نابیه، انگار دومیم به خمره زدی. با نمیره فوله فوله. پس دیگه معطلش نکن، قول میدم پسره از ترسش هیچی نگه، اگرم جیک بزنه ها خودم حسابشو میرزم. بارون تو برو. بیا برو بیرون. بلم کن که صافم. بلش کن بلم کن. اینم که همیشه شکر خدا هیچی تو دستگاهش نیست. داشت بی خودی میری، نه غذا داره نه جا. جنسه چی گفتی؟ هیچی به شاگردم گفتم به جایشون یه باره که ناشتاره تو ششتر میخوریم. دیگه همه چی تموم شد. حالا دیگه من آدم کشتم. پام برسه به تهرون، دست پلیس که بهم برسه، این بار بگه سرم گله داره.
تو آزاد شدی زن. صبح برای وقت با یه ماشین خاطر جمع میفرستم پیش پدر مادر. من میخواستم با تو زندگی بسازم اما نشد. خب رو پیشونی ما میجوری من باشم میمونم قاسم برای همیشه. تو اینو جدی میگی زری؟ آره خیلی هم جدی. باکردم اما زری دیر شده. خوش ندارم تو پاسوز من بشی. من نقشه دیگه ای داشتم. میخواستم خوشبختت کنم. میخواستم خب قسمت این بود. دیگه نمیتونیم با هم باشیم. تو همونطور که از خونت اومدی همونطورم بر میگردی. من بی تو بر نمیگردم قاسم. من دیگه تو رو تنها نمیذارم. دوست دارم. فدات شم. شاید این آخرین ساعتی باشه که ما هم هستیم. هیچی نگو قاسم. ماشین جلوی رو رد کن بره. تو برو بالا رو بگرد. تو هم زیرش بگرد. بفرم سفر بخیر. بیا پایین ببینم. شش قربه کنار 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 بله جام سرمان تنهایی تنها دنبال چی میگردین؟ دنبال قشاق میگرد.
بری سر اون ماشین. چش خوبه. بله. این صندوقو بغل بکن. کامیونو گشتیم خالی بود. پس کامیون عقبی را بازرسی کنید. جان سروان، جان سروان، پیدا کردیم. خیلی خوب می‌دونم. همون تو بمون خب؟ نوازت تو بره. خیلی شانس آموزی. این اولین شانس زندگی بود. زری تو شانس من. پس شانست همیشه باهاتی. میترسم، خیلی میترسم. برای اولین بار تو عمرم وحشت دارم. همه چیز درست میشه. شک میسین که گازویل تمام شد. حالا چیکار کنیم؟ فتوه بیا پایین. همون دوامی اونه؟ آره آروت بیا تو تالات مسافرخونه زندگی نکرد. میدونم بهت سخت میگذره.
عیبی نداره. فردا میرم دنبال کار، بعدش هم یه خونه میگیریم و از اینجا میریم. خوب شد مثل مسافر خونه های دیگه ایراد نگرفت. آخه اینجا مسافر خونه پرتیه، فکر نمی کنم کسی بیاد سراغم. باید خیلی مواظب باشی وقتی دنبال کار میگردی نشناسنت. قصهشو نخور، تهرون دریاست، تازه با یه عینک و کلا همه چی درست میشه. زری هیچ رایی نمونده الا اینکه تو برگردی. نه، همه جا رو زیر پا گشتم، ازم چیزایی خواستن که هیچ وقت نشتم، سوء سابقه، معافی، دیپلم، زامن، تازه پلیسم همه جا دنبالم. زری چاره‌ای نمونده الا اینکه منو ول کنی یا بری. فکر کنی ازت زده شدم، نه، تا روز قیامت هم دوست دارم، اینو راست میگم زری، اما حالا وضع جوریه که نمیخوام تو پاسوز من بشی. زری من دارم نفله میشم، برگرد خونت، بعدش هم با پسرم و با هر کی که دلت میخواد عروسی کن. زری ما با هم خوشبخت نمیشیم، یعنی نمیست من پا پیتا میشدم، اما خب چیکار کنم، کار دل. آب خوردن نیوردم. داره باز خاطر من خودشو از بین میبره، تازه اگه بعدش هم منو بگیره دیگه واسه برگشتن دیر شده. فقط یه را مونده، خودم رو تسلیم کنم. کجا؟ میرم سیگار بخرم، الان زود برمیاد. زود بیا، نیمرو یخ میکنه.
زری چرا واسه اینجوری میشه؟ چرا من یه آدم دیگه ای به دنیا نیومدم؟ همه چی تمام شد. همه چی؟ همه چی درست میشه قاسم. همه چی؟ یه جغل بچه که بودم، نه کسی رو داشتم، نه هیچ جا جام بود. چه شب و روزای نکبتی داشتم. حسرت یه لقمه نون، یه پول سیاه به دلم مونده بود. وقتی که بزرگ شدم خواستم اسم در کنم، خواستم تلافی تمام در به دریا و تو سریایی که خورده بودم در بیارم. قمار میکردم، دعوا رو میداختم، دعوا رو مینداختم و قاچاق میآوردم. محله رو قروق میکردم و همش میخواستم یه ریختی سر زبونا بیافتم و همه قاسم سیاهو بشناسم. یادش بخیر. با عباس شخان شرط بسته بودم که بالاخره یه روزی یه کسی میشه. زری من اوضاع گنده شدن رو داشتم، مگه نه؟ تازه خیال داشتم برم تو این استودی مستودی ها آرتیز باشم که تو ناغافل پیدا شد. خندت کار خودشو کرد. اون وقت خواستم آدم دیگه ای بشم و کار کنم و شبا با دست پر بیام خونه. اما بعدش اینه که آدم باز همون جور بیمیره که به دنیا میاد. بیا نهارتو بخور. این حرفو چیه که میزنی؟ قاسم پای پنجره آژان وایساده. پلیس فهمیده تو اینجایی. بیا از اینجا بریم قاسم. دوری مسافرخونه رو گرفتن، الان میان بالا. به خدا میخوان تو رو بگیرن. تو مثل اینکه اصلا عین خیالت نیست. الان میان بالا میگیرنت قاسم. Oh!